عزیز سلام یک بار دیگه در خدمت شما هستیم در قسمت چهارم از برنامه چهار فصل سارا هستم به همراه دوست عزیز و نازنینم آرمین جان مرسی سارا جان سلام دوستان منم خیلی خوشحالم که از طریق این برنامه بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم برنامه چهار فصل رو میبینید که از چهار قسمت این برنامه تشکیل شده برنامه سلامتی و تغذیه برنامه مد و تازه ها و کلام الهام بخش با ما باشید برمیگردیم خب دوستان قسمت اول برنامه چهار فصل رو که مختص به تغذیه و سلامتی اه. هستش رو خدمتون الان ارائه میدیم ولی قبل از هر چیز میخوام یه دستور غذای خیلی خوب و سالم و سریع رو بهتون بگم خوبه دوالی. که بله قلم و کاغذاتون آماده کنید یا اگر توی تلفناتون میخواین اینا رو سیو کنین به هر حال در هر جا که میخواین بنویسین آماده کنین تا من یه مقدار سرتون رو گرم کنم <تصفح> کلن هنر آشپزی رو ما خانمهای ایرانی واقعا درش مهارت داریم و اصلا کلن آشپزی هنر دیگه سارا جون صدر، صدر. و واقعا هم روز به روز هر چیزی که درست میشه ابتکاری تر میشه نوتر میشه انگار از اون فرمول های کلیشه قدیمی همه چی در اومده من خودم راستشو بخواین کچیک بودم فکر کنم هم کتلت همون کتلت گوشتی که ما درست میکنیم مهم. که درش پیاز و سیب زمینی رنده میکنه و کتلت دیگه ای وجود نداره مهم. ولی الان در آمریکا و شاید هم کشور... کشورهای اروپایی همه بله. چقدر کتلت های متفاوتی هست مهم. و چقدر شاید هم اتمن... اتمن... چون گو یا گوشت قرمز این روزا خیلی خوب نیست مهم. که زیاد بخوریم یا حتی به حدی که اون کتلت گوشت قرمز رو سرخ میکنیم اون بله. مدت زمان سرخ کردنش خیلی بیشتره توی روغن نسب... منظورتونه که میمونه. بله مهم. نسبت به کتلتی که باید با سبزیجات درست بشه خب اون برای پختش وقت کمتر مصرف به اصطلاح استفاده, استفاده و خب صد درصد هم خیلی سالمتر از اینه که وقتی کمتر سرخ میشه درسته حالا امروز هم میخواییم راجع به یک کتلت صحبت کنیم اصلا درست کنیم کتلت طرز تهیهش رو بهتون بگم و چطور این کتلت رو آماده میکنیم. شما اینجوری که گفته قبل از اینکه مواد اولیش رو بگی من گرسنه‌ام شد شما بله من با. همینطور پس باید سریع بگیم برنامه <applause> درست رو کنیم درست کنیم درست <applause> کنیم مطمئنم که خیلی آسنا خیلی هم سریع میشه سارا عالی خب پس اگه آماده هستید مواد لازم رو یادداشت کنید کدو نیاز داریم حالا دیگه من اینا رو که میگم نسبت اندازه رو شما خودتون نسبت به هر چقدر مقداری که میخواین درست کنیم باید تهیه ببینین اگر پرخور هستید کدوی بیشتر اگه کمخور هستید کدوی کمتر اگه <تص> خوشمزه باشه دیگه پرخور و کمخور نداره آدم مطمئنم. پرخور میشه این باید خوشخوراک باشه <تص> خوش <خوراک. تص> پس کدو لازم داریم زورت لازم داریم زورت البته دانه های زورت نه خود زورت رو بعد تخم مرغ پیازچه خودمون جعفری خشک ریحان خشک پودر سیر فلفل نمک پنیر پارماجان اون پنیر خشکی که روی پیتزا میریزین یا روی ماکارونی بعضی ها میریزن آرد روغن زیتون ماست و سس تند حالا هر نوعی که شما دوست دارین و حالا ببینید توی ویدیو که این کتلت رو اصلا چجوری درست میکنن پس کدو رو رنده میکنیم و بعد از اینکه رنده کردیم حتما میذاریم که آبش گرفته بشه و اون کدو به اصطلاح خشک بشه آبی ازش نمونه که آبکی نشه بعد ذرت رو میریزیم روش تخم مرغ رو میریزیم روش هم سفیدی هم زردی تخم مرغ رو جعفری و ریحان و نمک و فلفل رو همه با رو با پیاشته میزنیم به این موادی که آماده کردیم و همینطور پنیر پارماجان رو همه رو با هم مخلوط میکنیم که چون تخم مرغ داره یه مقدار خمیری میشه دوباره آرد بهش اضافه میکنیم که اون تخم مرغ کتلتامون از هم وانره و میذاریم توی اون روغنی که داغ کردیم سرخ بشه خیلی هم سریع سرخ میشه چون که کلا سبزیجات وقتی هم تخم مرغ برش زدیم سریع سرخ میشه و بعدش میذاریم توی بشخاب و اون ماستی رو که داریم به همراه سس تندی که مم. هر نوعیش که شما خودتون دوست دارین به اون ماست میزنیم به عنوان سس این کتلت چقدر خوشمزه و نوش جون میکنین به این راحتی به این سریعی و به این سلامتی خیلی اومده خوش و, و, چقدر جالب که احتیاجی نیست که روغن زیاد بریزی نه، نه. دیدم من توی اون ماهیتابه روغن نه. کمی بود چون اگه توجه کنین هر وقتم بخواین کدو رو سرخ کنین کدو خیلی سریع سری سرخ, سرخ میشه. خیلی سریع سرخ میشه نه خیلی عالی خوشمزه و سریع و نوش جانتون درستم <applause> کردین حتما ما رو دعوت کنین که بخوایم با شما <applause> حالا اگر راحتون هم دور جای ما رو خالی کنین <تصفيق> <تصفيق> حتما امیدوارم که مورد تون قرار گرفته باشه جایی نرین منتظر بمونید تا ما برگردیم جون کمد لباس همه ما خانم های ایرانی رو که باز کنی حتما یه چیزی که بیشتر از همه درش میبینی چیه؟ مشکی لباس مشکی آمید. لباس مشکی آمید. ساده حالا میخوام تاریخ چه این لباس مشکی رو من براتون تعریف کنم که اصلا از کجا اومده چه جالب حالا من مشکی درسته یا سیاه بعضی هم میگن مشکی بعد میگن مشکی غلط میگیرم میگن سیا حالا مشکی سیاه. فرق نمیکنه فرق میکنه نمیدونم فکر کنم فقط ممكن. دو تا اسم داره دیگه اسم مختلف, مدفع. داره. نمیدونم حالا این لباس مشکی سیایی که توی کموده همه ما هستش یه داستانی خودش داره یه لباس مشکی داریم لباس مشکی ساده اگه الان ممکنه عکسش رو نشون بدین این لباس دگرگونی و انقلاب لباس زنان شد در سال سالهای اوایل 1900 و اوایل 1900 که توسط یه خانومی این لباس به بازار اومد و وارد دنیای مد شد که شاید اکثر شما این خانم رو میشناسید و ایشون دیزاینر طراح لباس و حتی عطر و حتی کلاه در اون سال جواهر بود در اون سالها و کسی نیست جز خانم کوکو و خیلی جالبه که بدونیم سارجون کوکو یه دوران خیلی بچگی تلخی داشته راست میگین بله ایشون از یه مادر... مادری به دنیا اومدن که گویا حتی پدر و مادر ازدواج هم نکرده بودن و بعد مادرش وقتی که خودش هفت ساله بوده فوت میکنه و پدر کوکو اون رو به یه پرورشگاه میسپاره من وقتی بیوگرافیش رو میخوندم واقعا فکر کردم که در دوران سختی، تاریکی و دردهای ما خدا نقشه خودش رو پیاده میکنه و این ما هستیم که باید روی اون نقشه و راه و طرحی که خداوند برای زندگی ما برنامه ریزی کرده قدم بذاریم مم. کوکوشنل زمانی که توی پرورشگاه در نهایت بیکسی، بیمادری و بدبختی زندگی میکرد نمیدونست که روزی, روزی باید جز واو. مشهورترین طراحان دنیا, دنیا باشه همه که الان چشم همه بهش وا. باشه وا. این اینکه الان خودش نیست هنوز مم. دنیا داره ازش پیروی میکنه و همینطور شما بله با این, با این مورواریدی که امروز دارم به احترام به خانم کوکوشنل من این مروارید رو امروز من این مروارید ای از عمه‌های های خوبم عمه‌های های من واقعا مروارید به اصطلاح اینجا یا سیگنچرشون بود یعنی هر جا بودن یه مروارید به گردنشون داشتن بله کوکو وقتی که در پرورشگاه زندگی میکرد توسط راهبه ها خیاطی رو یاد گرفت ام. و بعد که از سن 17 سالگی از پرورشگاه بیرون من یه مدتی توی کلاب ها و بارها خوانندگی می کرد و اونجا این لقب کوکو بهش داده شد و در سال 1910 اولین بوتیک خودش رو باز کرد و بعد از اون هم اولین عطر خودش رو واه. که شاید بتونید حدس بزنید کوکو شنل شماره 5 کوکو شنل 5 شماره 5 که هنوز که هنوز در بورس فروش اولین های عطرها هست در دنیا من خودم بوشو خیلی دوست دارم من اصلا بوشو دوست ندارم جدی یعنی اصلا حالم بد میشه شاید هر شما ببخشید هم خانم کوکوسان نه میدونید چرا شاید به اساره از اون عطر شما حساسیت داشته باشه نمیدونم ولی اصلا بوش هیچ وقت بر من جالب نبود حالا نشینده میگیریم ازت همون میگم ببخشید لطفا تشخیص می کنم خب بو دیگه هر کسی شاید به مشامش خوب نیاد این عطرام همه شخصی دیگه هر کسی واقعا به اون تست خودش دقیقا. ولی این جز اصلا از نواوری های کوکوشانل هستش که بعد از مرگش هم حتی این امپراتوری بله. کوکوشنل هنوز هست. داره سلطنت میکنه در سال 1939 که جنگ جهانی دوم بود باعث شد که بوتیک خودش رو ببنده ولی امروزه سارا جون سی بوتیک به نام خود کوکوشنل در سراسر دنیا هنوز فروش خیلی خیلی بالایی دارن یه سری عکس از عکس های لباس های اون دوران آماده کرده بودم ببینید این دوران 1900 چقدر لباس ها سخت و سنگینه و اون قسمت کمر خانوم ها یه, یه کمربند مانندی باید می که پشتش بندهای اگه عکس‌های بعدی رو ببینید که پشتش بندهای خیلی زیاد بود که این کمر رو باریک, با باریک بکنه, باریک بکنه و با اون همه پارچه و ببینید اینجا مثلا یه نفر اصلا کلا باید کمک میکرد خلاصه کوکوشنل کسی بود که انقلاب لباس رو برای خانوم ها اوورد درست. که گفت خانوم ها مجبور نیستن تو این لباس های که خیلی بزورد. شیکه ولی سخته ام. تو این لباس های بزرگ و سنگین باشند بعد کلاه رو اوورد لباس ساده سیاه،, سیاه کوتاه خیلی ساده رو کوکوشنال به بازار عرضه کرد کلاه ها و مرواریدها ها رو خیلی دوست داشت که البته از خودش شروع شد موی کوتاه زیر گوش که میگم بابکاد این موی یه دست رو هم کوکوشنل به دنیای مد وارد واقعا واقعا چه امضایی پای دنیای مد خانوما این مم. کوکوشنل کرد کت و دامن ها رو کوکوشنل به, دامن. به دنیا آورد اصلا اون پارچه‌ای که استفاده می‌کنید بسیار اوریجینال و خیلی خیلی مال خودش هستن چی بله. میگن خیلی مخصوص خودش بله. بله بله مشخصه که کارو طرحه کوکشنل و عجب سرگذشت عجیبی مم. که میتونی از یک ای... از عمق بدبختی به, به اوج امپراتوری دنیای مد برسی مرسی خب برای من خیلی جالب بود گفتم شاید برای شما دوستان هم جالبه که طوره. براتون بگم از زندگیش مرسی خیلی ممنون خواهش میکنم با ما باشید به زودی برمیگردید دوستان عزیز در قسمت تازه ها با شما هستیم و آرمین جان امروز میخوام در مورد شخصی صحبت بکنم که ببینیم که چطور یه شخص میتونه وقتی که اعتماد به خداوند داشته باشه چطور میتونه از نقطه صفر به نقطه هزار حتی برسه و چقدر قشنگ میتونه این کار بکنه و با این کارش چقدر میتونه هم برای خودش مفید باشه هم برای دیگران در مورد شخصی به اسم آقای خلیل رفعتی میخوام صحبت بکنم این آقای خلیل رفعتی در امریکا در یک از شهرهای قسمت های دور آمریکا به دنیا میاد مادرش لهستانی بوده و پدرش ایرانی بوده در سنین نوجوانی تصمیم میگیره که بیاد به لس آنجلس و خوشبخت بشه <applause> میخواسته که بیاد اینجا یا هنر بشه مثل همه که میان اینجا میخوان یا هنر پیشه بشن یا خواننده ایشون هم همین تصمیم رو میگیره میاد اینجا که یا هنر پیشه بشه و یا میوزیشن بشه بتونه سازی بزنه متاسفانه در این قسمت موفق نمیشه از هالیوود میاد بیرون و میره شروع میکنه کاری رو انجام میده که بهش میگن کار ماشین دیتیل های، ماشین های سپورت خیلی گرون قیمت رو این دیتیل میکرده دیت، تمیز میکنن تمیزه ولی خیلی اصاسی. کامل اساسی تمیز میکنن که از هم،, هم روی ماشین و هم داخل ماشین رو و جایی میفته که با ماشین مردم خیلی ثروتمند و, و معروف لس آنجلس رو انجام میداده ولی متاسفانه در این مابین ایشون با دراگ آشنا... با مواد مخدر آشنا میشه و متاسفانه درگیر این مواد میشه تا به جایی میرسه که همه چیشو از دست میده هم اون شغلش از دست میده خونه و زندگیش از دست میده و تا جایی میرسه که بی خانمان میشه و حتی در کوچو خیابون های لس آنجلس توی خیابون ها میخوابیده و حتی جایی برای خوابیدن نداشته تا اینکه در سال 2003 ایشون رو برای نهمین بار دستگیر میکنن به خاطر این مواد مخدرش دستگیر میکنن و در اون زمان روی بدن این آقا زخمای بسیار زیادی زده بوده و خیلی مهلک بوده این زخما که دکتر حتی بهش میگه دیگه تو وقتی برای زنده موندن نداری در اینجا این نقطه سرنوشت ساز میشه براش و تصمیم میگیره که زندگیش رو عوض بکنه ام. تصمیم میگیره که از این حالت بیاد بیرون و دوباره زندگیش رو بسازه وقتی که باهاش مصاحبه میکنن میگه که من عاشق زندگی هستم و میخواستم که زندگیمو بسازم و این فیض خداوند بوده که من الان اینجا هستم البته حالا بهتون میگم که کجاست به هر حال با دوست, دو دوست دختری داشته که این خانم خیلی خیلی بهشون کمک میکنه و با کمک ایشون میتونه خونه ای رو اجاره میکنه در مالیبو همین نزدیک در لس آنجلس و در اونجا زندگی میکنه و شروع میکنه چون خودش حالش خوب شده بوده شروع میکنه افرادی رو که در این دام گرفتار بودن به این خونه میاره و بهشون کمک میکنه و بهشون در طول روز برای این برای این افراد نوشیدنی های درست می از, از میوه ها و سبزیجات مختلف که اینا بخورن و بتونن قوی بشن تا بدنشون بتونه با این مواد مقابله بکنه تا بتونن از این حالت بیان بیرون و الان ایشون شرکتی دارن کمپانی دارن به اسم سان لایف ارگانیک و جوس های و یا نوشابه های ارگانیک رو درست میکنه و در اختیار مردم میذاره و در الان ایشون چندین شعبه داره در جاهای مختلف آفره. و الان میلیون ها دلار درآمد داره آفرین. این آقا و خودش میگه که این فیض خداوند بوده که من تونستم به اینجا برسم تونستم این کار رو انجام بدم و باعث کمک باشم برای کسانی که واقعا به این گرفتاری مبتلا میشن و در کنار این نوشیدنی هایی که درست میکنه حتی لباس و کلاه و چیزهای دیگه هم میفروشه و دیویست نفر کارمند داره و همه دارن با همدیگه کارشون رو میکنن و پشت کار زیادی داره خودش همیشه میگه که من کسی نبودم که خیلی دانش داشته باشم یا اینکه خیلی زرنگ باشم بخوام برم دنبال درس خوندن و اینا من اینطور آدم نبودم ولی توی زندگیم پشت کار داشتم زندگیمو دوست داشتم دوست داشتم که بسازم و یه چیز دیگه که جالبه برام این بود که لوگویی که برای بیزنسش انتخاب کرده گل نیلوفر آبیه همینطور که میبینید و خودش گفته که این گل نیلوفر آبی زندگی خود من هست که گل نیلوفر همینطور که میدونید در جاهایی که لجنزار هستش میبینید که از وسط این لجنزار یه گلی اومده بیرون گل زیبا واقعا انقدر این گل بله. زیباست و خوش که حد و حساب نداره و ایشون این زندگی خودش رو به این گل تشبیه کرده حالا اینجا دوستان عزیز واقعا بعد اینو یادمون, یادمون باشه و یاد بگیریم و همیشه به خاطر بسپاریم که هیچ وقت ناامید نشیم و همیشه در اون نقطه ای که فکر میکنیم که صفر شدیم و هیچ راهی برای ما نیست مطمئن باشید که خداوند نقشه بزرگتری برای شما داره بله واقعا چقدر خوب بود زندگی ایشون سارجون و شما چقدر خوب توضیح دادین مرسو. دوستان با ما باشید با بخش چهارم برنامه که الهام بخش هستش عنوانش برمیگردیم. تا حالا شده به کسی برخورد بکنی ببینی که چقدر منفیه چقدر تلخه آخ آخ چقدر صورتش اصلا ترشه و اصلا دلت نمیخواد که در کنارش باشی یعنی در کنارش میمونید هر چقدر هم که شما قوی باشی ولی انگار که یه دفعه آدم ضعیف میشه اصلا آدم دوست نداره با یه همچی کسایی نزدیک باشه چون برای اینکه میبینی داره شما رو هم میکشه پایین مثل خودش هر چقدر با با میره. از بین میره اینه که ما تو دنیای زندگی میکنیم عزیزان که خیلی چیزا هست که میتونه ما رو از حضور خداوند دور بکنه از حضور خداوند که میگه شادی کامل هستش در حضور خدا ما رو دور میکنه میتونه ترافیک باشه میتونه درس درس بچه هامون باشه مدرسه رفتنشونه غذا پختن فامیل پدر مادر هر چیزی رو که فکرشو بکنین خیلی راحت اگر حواسمون نباشه خیلی راحت میتونه دست و پای ما رو به خودش بگیره ده. و خیلی راحت میتونه این شادی رو که خداوند خودش گفته در حضور او کمال شادی هاست یعنی چی حضور خداوند همیشه و هر لحظه میتونه هست. باشه درست. وقتی که ما در حضور خداوند نباشیم پس توی اون شادی خداوند که قول داده به ما نخواهیم بود هم. طوری میشه که این چیزها طوری میشه دست و پای ما رو اونقدر میگیره که اصلا دیگه حتی وقت نمی کنیم که از وجود بچه هامون یا از وجود فامیل و خانوادهمون شوهر یا زنمون یا حتی کارمون از, از آفتابی که خداوند گذاشته از هیچی دیگه لذت نمیبریم نه. نمیتونیم لذت ببریم چون این چیزا همه فکر ما رو به خودش گرفته طبعا. و این اصلا نمیتونه سلامت باشه برای زندگی ما چون خداوند نمیخواد که ما توی این تلخی باشیم خداوند همونطور که گفته میخواد که ما در شادی و شادمانی زندگی بکنیم طبعا. درسته توی زندگی هیچ وقت همه چی طبق مراد ما نیست همه چی روی ترتیب و نظم خودش نیست برای اینکه ما توی این دنیای شکست خورده زندگی داریم میکنیم پس همه چی امکان داره اتفاق بیافته بله، سرد هر چیزی میتونه اتفاق بیافته چیزهای تلخ سرد همه چی میتونه اتفاق بیفته ولی کی ما میتونیم اون شادی درونمون رو از دست ندیم زمانی که در حضور خداوند باشیم زمانی که واقعا اون شادی خداوند رو دریافت کرده باشیم و بخوایم هر روزه با خداوند راه بریم منظور من عزیزان این نیست که این نیست که تمام مدت کتاب مقدس رو دستمون بگیریم و راه بریم نه منظور من این نیست ولی منظور من اینه که اون اعتماد رو به خداوند در قلبمون داشته باشیم منظور من اینه که واقعا هر لحظه اون قولهای خداوند رو به یاد بیاریم و بدونیم که خداوند برای تک تک ما بهترین ها رو خواسته درسته. چه زمانی میتونیم این بهترین ها رو به دست بیاریم خداوند ما انقدر ثروتمنده سفره او همیشه برای ما بازه این ما هستیم که باید بریم دستمون رو دراز کنیم و از این سفره ای که خداوند رنگارنگ برای ما گذاشته دریافت کنیم بله بله شما میخواین سفره رو دست بزنیم <applause> دست کلا <بزرين. تصفيق> در ه... زمان حال اگه زندگی کنیم آسوده تریم در همین حالی که هستیم با خداوند باشیم بگیم درد دل کنیم پرستش کنیم براش بخونیم حرف دلمون رو بزنیم و قدر داشته هامون رو بدونیم دقیقا و روح خودمون رو به خاطر نداشته ها و چیزهایی که هنوز اتفاق نیفتاده شاید اتفاق بیفته شاید بیاد تلخ و رنجور نکنیم زمان حال رو به خاطر خداوند شکر بگیم و درسته دقیقا, دقیقا همینطوره یه چیز دیگه ای که هست ما و خیلی وقت و مخصوصا خانم های ایرانی وقتی باهاشون صحبت میکنم اصلا میگم که چرا نمیخندی چرا چرا اصلا دوست نداری بخندی یا اصلا کی بوده آخرین بار کی بوده که تو خندیدی چرا مبارزه میکنی با خندیدن خنده واقعا بعضی ها مبارزه میکنن و واقعا چون اصلا این وقتی که ما خودمون رو از هر چیزی کنار میکشیم که اون شادی خداوند رو نداشته باشیم خنده و شادی رو خداوند برای ما گذاشته چرا که ازش استفاده نکنیم وقتی که اینا رو خودمون خودمون رو میکشیم کنار خب دیپریشن میاد و ناراحتی های زیاد میاد مریضی میاد همه این چیزا میاد میگیم چرا ای خدا چرا من اینجوری کردی نه خداوند نمیکنه بیشتر خیلی وقتا هست که ما خودمون هستیم باعث این چیزا میشه یک منتظر کسی نباید باشیم که ما رو شاد کنه دقیقا همه ما خودمون خودمون رو باید شاد کنیم آرمین جان من من و شوهرم با هم دیگه الان ما 37 ساله که ازدواج کردیم مبارک مرسی 37 سال ازدواج کردیم و نه نر... سختی نداشتیم چرا؟ صد... سطح... کی میتونه بگه که من تو زندگی مم. سختی نداشتم؟ هیچکس همه ما به یه نوعی بله. یه سختی تو زندگیمون داشتیم شم. ولی نباید بزنیم که اون سختی ها دست و پای ما رو ببنده و از هم ما رو دور بکنه منو من و شوهرم الان سعی میکنیم هر جوری که شده مثلا شبا که شوهرم میاد خونه با همدیگه میشینیم فیلم های خنده دار نگاه میکن. من میدونم تخمم تخمم صبح زیر چشامون باد میکنه پس دوستان عزیز یاد بگیریم که راحت بخندیم راحت شاد باشیم و در حضور خدا باشیم بدونید که در حضور خدا بودن شادی و شادمانی آوره همونطور که در کلام خدا میخونیم که این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید در جهان رنج و زحمت خواهی داشت ولی شجا باشید من بر دنیا چیره شدم خدا را شکر. شکر میکنم خداوند رو برای این کلام زیباش شکر میکنم برای وجود شما آرمین جان عزیز شما سارجم. و شما رو تک تکتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی شما رو به خدا بسپارم خدا نگهدار